گلات فساد چگونه تکمیل شد؟ پنجمین قهرمانی پرسپولیس در دوران سلطانی فر بیشک رسواترین قهرمانی این تیم و مهندسی شده ترین دوره تاریخ لیگ برتر ایران به حساب میاد. در پنج محور مهندسی لیگ ایران در این دور از رقابت ها رو مورد بررسی قرار میدیم. محور اول برنامه‌ریزی مسابقات توسط سازمان لیگ. از همون آغاز مسابقات شاهد این بودیم که برنامه بازی ها با نظر گل محمدی دائم تغییر میکرد. از عقب افتادن 9 ماه سوپرجام بگیر تا تعویق هفته اول لیگ، تغییر زمان بازی های پرسپولیس در برابر نساجی، زباهن، سپاهان و دیگر تیم ها. اونم در شرایطی که 2 سال قبلش فدراسیون حاضر به تعویق سوپرجام نشده بود. محور دوم بحث تبعیض های انضباطیه. در لیگ امسال شاهد مماشات عجیب کمیته انضباطی با پرسپولیسیا بودیم. فدراسیونی که حتی از عکس پروفایل این اینستاگرامی بازیکن گذشت نمی‌کرد، چشمش رو به روی فحاشی ناموسی کنانی زادگان، تهدید به تجاوز جنسی توسط حامد لک و هول دادن داور به وسیله گل محمدی بست تا نقش خودش رو در پنجمین قهرمانی پرسپولیس به خوبی ایفا کنه. محور سوم بحث سخت افزاریه. در حالی که استقلالی ها به خاطر نداشتن زمین تمرینی مناسب هر روز آواره یک مجموعه تمرینی بودند، پرسپولیسیا مجهزترین کمپ تمرینی در بین تمام تیم های لیگ برتری رو در اختیار داشتند. کمپی که در دوران سلطانی فر برای اونها تهیه شده، یعنی دورانی که کمپ ناصر حجازی استقلال توسط مدیران منصوب وزیر به مخروبه ای تبدیل شده. نفر چهارم پول بی حساب و کتاب بیت الماله. در حالی که استقلالی ها به خاطر مشکلات مالی توان پرداخت دستمزد بازیکنان خود را نداشته و از خرید بازیکن 34 ساله پریده مشهد هم عاجز بودند، پرسپولیس دست به ریخت و پاش های عجیبی می‌زدند. جذب دو لژیونر گران قیمت از لیگ های خارجی و پرداخت های منظم به بازیکنان گوشه ای از این هزینه ها می باشد. هزینه هایی که از جیب بیت المال و با اعمال نفوذ وزیر ارتباطات صورت گرفته و اخیراً مواردی از اون لو رفته، مثل کمک 30 میلیاردی همراه اول و کمک 8 میلیاردی های وب به پرسپولیس. محور پنجم بحث داوری هاست. قطعاً داوری ها نقش پررنگی در قهرمانی پرسپولیس ایفا کردند. همونطور که قبلاً در این پیج بررسی کرده بودیم، پرسپولیس در 10 بازی از جمله دربی های رفت و برگشت از داوری سود برده، در حالی که استقلال در 11 بازی از داوری ها متضرر شده. اگر داورها عادلانه سود می زدن، احتمالاً پرسپولیس برای کسب سهمیه مشکل داشت، چه برسه به قهرمانی لیگ. این مهندسی آشکار و این قهرمانی رسوا پشیزی ارزش نداره و هیچ انسان با شرفی از چنین موفقیتی لذت نخواهد برد. امیدواریم وزیر ورزش بعدی مثل سلطانی فر رنگی عمل نکرده و شرافت رو سلوحه کار خودش قرار بده تا شاهد بازگشت عدالت و هیجان به فوتبال ایران باشیم. در اون صورت مطمئن باشید که پرسپولیسی به دوران سجده بقا و غلط کردیم پرسپولیسی شدیم برخواهند گشت.